در درس قبل دیدیم که پس از گذاری دفترچه برای انجام کار گروهی پیدا کردن تغییرات انجام شده توسط هر نویسنده به سادگی امکان پذیره. برای این کار کافی از گزینه Find آسور در سربرگ هیستوری استفاده کنیم. اما گاهی اوقات پیش میاد که میخوایم تغییرات اخیر و یا تغییرات انجام شده در یک تاریخ مشخص رو مشاهده کنیم. مطمئنا مرور و بررسی تغییرات انجام شده توسط هر نویسنده برای رسیدن به این نتیجه شیوه کار کاربران حرفه‌ای وان نوت نیست. چرا که در برخی از دفترچه‌ها هزاران تغییر توسط چندین نفر ایجاد میشه. در این درس ردیابی تغییرات ایجاد شده در دفترچه از زمان ساخت اون تا اکنون رو خواهیم آموخت. در سربرگ هیستوری روی ریسنت ادیتس کلیک می‌کنیم. میبینید که در اینجا امکان انتخاب ویرایش انجام شده در تاریخ های مختلف را داریم. به عنوان مثال روی تودی برای مشاهده ویرایش هایی که امروز در این دفترچه انجام شده کلیک میکنیم. باز هم در سمت راست نرم افسار، یک پانل باز میشه و تغییرات انجام شده در تاریخ امروز رو بهمون به نمایش میده. این تغییرات در صفحه به صورت هایلایت نمایش داده میشن. میبینید که در صفحه مربوط به جلسه ماهیانه مدیران تغییراتی اعمال شده که با هایلایت زرد نمایش داده میشه. همچنین در صفحه جلسات هیئت مدیره هم یک سری ویرایش ها انجام شده. البته لازم این رو هم بدونید به این دلیل که در یک تاریخ دیگه این دفترچه را باز میکنید کنید تغییرات انجام شده امروز این گزینه ها رو نخواهید دید. بسیار خوب، یک چند مورد دیگر رو با هم تمرین کنید. این بار از لیست گذینه های ریسنت ادیتس گزینه سینسی سردی رو برای نمایش تغییراتی که از دیروز تا کنون در این دفترچه چه رخ داده کلیک می‌کنی. حالا از لیست نتایج و با کلیک روی عناوین زیر شاخه دیروز اون تغییرات رو مشاهده خواهید کرد. اما برای مشاهده تمام تغییرات از زمان ساخت این دفترچه تا کنون از لیست گزینه‌های ریسنت ادیتس این مورد رو انتخاب می‌کنی. مشاهده می کنید که با پیمایش لیست نتایج ویرایش های انجام شده در هفته های گذشته، ماه قبل و ماه های قبلتر نمایش داده می شه. و با انتخاب هر کدوم میتونید ببینید که هر تغییر توسط کدوم نویسنده و در چه تاریخی ایجاد شده. استفاده از این ویژگی وان نوت این امکان رو بهتون میده که اطلاعات جمع‌آوری شده در بازه‌های زمانی مختلف رو در اختیار داشته باشید. فرض کنید در جلسات و قرار ملاقات هایی که در تاریخ مختلف برگزار شده شرکت می استفاده از این ویژگی این امکان رو به همون میده که به تاریخ هر جلسه رفته و مطالبی رو که پس از اون جلسه در دفترچه یادداشت وارد کردیم رو مشاهده کنیم. در پایان برای لغم این هایلایت ها و نمایش دفترچه یادداشت به صورت عادی این پانل رو میبندیم. در درس بعدی استفاده از امکان پیج ورژنینگ برای دسترسی به ویرایش های مختلف انجام شده در این دفترچه رو خواهید آموخت.